درود دوستان، امروز اومدیم به جمع بچه‌های کامیونیتی ایرانی مونترال که اومدن اینجا ورزش بکنن. یه چند وقتی هستش که گروه پراجکت ران MTL که مخفف هم مونترال هستش میان شنبه ها کنار همدیگه یه ورزشی میکنن و یه 5 کیلومتری مثل اینکه میدوئن و بعد از دویدنشون هم با هم هستن و برنامه های خیلی خوبی رو در کنار همدیگه دارن. میریم امروز باشون یه گپ و گفتی داشته باشیم ببینیم که چه خبره و دقیقاً چی کار میکنن. خب ما امیررضا یقینی رو در کنارمون داریم که گروه در واقع پراجکت ران مونترال رو راه اندازی کرده و باعث شده که بچه‌ها در کنار همدیگه جمع بشن و هر هفته یه ورزش رو با همدیگه بکنن. میخوایم باهاش صحبت بکنیم، یه خود به ما بیشتر بگه از جزئیات این برنامه‌ها و اینکه چطوریه اگه کسی بخواد در واقع تو این برنامه شرکت بکنه از چه طریق میتونه باهاشون در تماس باشه. خواهش میکنم، مرسی که اولا که تشریف آوردین و دارین پوشش میدین. من امیررضا یقینی هستم و چند ماه پیش تقریبا سمتای جونینا با یکی از دوستان تصمیم گرفتیم که این گروه ورزشی رو راه اندازی بکنیم و خیلی هم از ایده ساده ای که من پارسال مثلا ماراتون شرکت کردم، دیدم خب دویدن چه حس خوبی میده، چقدر باحال و اینا، تصمیم گرفتم که این حس رو به آدم‌های دیگه هم انتقال بدم و دیدم گروه ایرانی دو اینجا خیلی کم داره و خلاصه شروع کردیم. مثلا روز اول فقط اصلا 3-4 نفر بودیم، بعد هر هفته بیشتر و بیشتر شدیم، انرژی هی داره بیشتر میشه، کارهای ورزشی باحال می‌کنیم. مرسی خیلی رسانه‌ها کمکمون کردن، تعدادمون بیشتر شد، آدم‌ها به جای اینکه مثلا صبح بخوابن روز تعطیل بلند میشن میان اینجا یه روز فرش و خفنو دارن و این خیلی برام ارزشمنده حداقل. و اینکه برای عضو شدنم فقط کافیه که به ما تو اینستاگرام ما رو فالو کنین و خبرایی که استوری میکنیم و ایونت هایی که میذاریم رو داشته باشین و توی گروه هم ما داریم توی اینستاگرام که به بچه هایی که خب دائما میان اطلاع رسانی ها رو اونجا میکنیم. چرا مالی اسم گروه چیه؟ Project Run. یعنی اگه بخواد کسی روی در واقع شبکه‌های اجتماعی سرچ بکنه چی باید در واقع؟ اسم اینستاگرامش میشه Project Run MTL. خیلی عالی، دمت گرم، برنامه خیلی خوبی رو در واقع راه اندازی که من دارم میبینم که جمعیت هی داره هفته به هفته بیشتر میشه. یه خودم برام بگو که بعد از دو چی کار میکنیم. من شنیدم که همیشه با هم دیگه هستین و خودت ازش برام بیشتر بگو. بله بله، ببین یه کامیونیتی باحال دیگه، یعنی بعدش که طبیعتا ورزش رو تمام میکنیم همیشه میریم یه کافه جدید شهر و هر بار هم ما سعی میکنیم یه تریل جدید انتخاب کنیم، یه مسیر جدید انتخاب کنیم که برای همه جذاب تر باشه، تکراری نباشه و مسیرش هم هر هفته خوب میگیم و هر بار هم میریم مثلا یه کافه باحال امتحان میکنیم. حالا تعدادمون زیاد شده بعد از قبلش رزرو کنیم، حتما یه مقداری منیج کردنش سخت‌تر قبله، ولی خب کلا فان دیگه، یعنی یه جمع ورزشی باحال ایرانی داریم. دمت گرم، بیشتر از این وقتو نمیگیرم، میدونم که داشتی گرم میکردی، نمیخوام سردت کنم، پس برو گرم کردنت برس، با هم هستیم حالا. مرسی، ممنونم. خب با آرش عزیز هستیم، یکی از شرکت کنندگان در واقع گروه دوندگان پراجکت ران مونترال. میخوام باهاش صحبت بکنیم و گپ و گفتی بزنیم ببینیم که چیکار میکنی، چند وقته که تو این در واقع فعالیت داری شرکت میکنی، اصلا چجوری با گروه آشنا شدی؟ خب واقعیتش اینطوری شد که حدودا فکر کنم 5-6 هفته پیش بود که تو اینستا به طور اتفاقی آشنا شدم، بعد دیگه همونو شرکت کردم. دقیقا فردا شنبه بود، با بچه‌ها خیلی حال کردیم اینجا، واقعا گروه درست حسابی، بچه‌ها همه درست ورزشکار. این شد که ادامه دادیم و به نظرم برنامه خیلی خیلی عالیه و توی مونترال که حالا همچین چیزی نداشتیم، به نظرم جز میشه گفتش که گروه اولی هستن که دارن این کارو میکنن و واقعا پر از شروع انرژیه. واقعا تو خودت هم قبلا میدویدی یا مثلا اولین باره که شروع کردی به دویدن از طریق پروژه مونترال؟ خب من قبلا میدویدم، خودم رانر بودم، بعدش با بچه هاشون شدیم، تمرینامون رو تغییر دادیم، یه جورایی سین کردیم خودمونو و همونطور که دیدم که بچه ها واقعا دوست دارن رانو و واقعا باعث پیشرفت شدش. خب با یکی دیگه از شرکت کنندگان گروه دوندگان پراجکت ران مونترال هستیم، نیوشا با ماست. نیوشا برای ما از جو گروهتون بگو و اینکه چندمین باره که در واقع دارید توی این فعالیت شرکت میکنید. من سومین باره که دارم میام و آخر هفته ها معمولا شنبه ها صبح برگزار میشه جاهای مختلف و شروع هم معمولا با 5 کیلومتره، یعنی اولش میگن که شما بسنجی ببینی میتونی بیا یا نه، 5 کیلومتر و 10 کیلومتر هم بوده ولی 10 کیلومتر معمولا وسطای هفته است. چقدر عالی، به من بگو که ببینم چه چیزی در واقع باعث میشه که تو این انگیزه رو پیدا بکنی که شنبه صبح بلند شی و به این فعالیت بپیوندی و من دارم میبینم که این همه جمعیت گروه زیاد شده و هر هفته هم داره هی بیشتر و بیشتر میشه، در واقع این چیه، این انگیزه چی، این از کجا میاد؟ یه خود برام بیشتر از این بگو، اینو بازش کن برام. فکر کنم ذات ورزش،
ذات دو چیز، یکی ورزش و گروهی بودن باعث این انگیزه میشه. یعنی هم شما شروع میکنی خیلی سخته ولی پایانش خیلی لذت داره، و اینکه گروهی هم هست میبینی بقیه تلاش میکنن و همه و میگی میخندی بعدش میری بیرون، هم چیله هم ورزشه. خب مرسی که تا اینجا برنامه با ما بودین. اگر میخواییم به گروه پرشور و باحال و پرهیجان پروژه گراند مونتریال بپیوندین، آدرس در واقع صفحات اجتماعیشون رو همین زیر براتون مینویسیم و امیدوارم که وقت خوبی داشته باشین و تا برنامه بعدی شما رو به خودتون میسپارم.